کنفرانس جهانی تنوع زیستی با حضور نمایندگان نزدیک به 200 کشور در کالی کولومبیا آغاز شد. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. نخستین روز کنفرانس جهانی تنوع زیستی COP16 در کولومبیا آغاز شد و تقریباً 200 کشور به بحث و بررسی در مورد تعهدات تاریخی برای حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی پرداختند. این کنفرانس دو هفته‌ای به دنبال نشست‌های سال 2022 در مونترال برگزار می‌شود که در آن 196 کشور توافق‌نامه‌ای جهانی تحت عنوان چهارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال را امضا کردند. در این اجلاس نمایندگان به بررسی راهکارهایی می‌پردازند که به نجات طبیعت در برابر نرخ فعلی تخریب آن کمک کند و به تعهدات توافق 2022 پایبند باشد. این تعهدات شامل اختصاص 30% از سرزمین‌ها برای حفاظت، کاهش یارانه‌های تجاری مضر برای محیط زیست و الزام شرکت‌ها به گزارش اثرات زیست محیطی خود است. وزیر محیط زیست کولومبیا سوزانا مهمت در آغاز این کنفرانس اعلام کرد که هدف از این نشست جمع‌آوری تجارب از تمامی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها برای ایجاد شرایط پایدارتر برای جامعه جدید است. همچنین COP16 به دنبال ایجاد نظامی جهانی برای پرداخت به دسترسی به داده‌های ژنتیکی از منابع طبیعی و تأکید بر حفاظت از جوامع بومی در جهت حفاظت از طبیعت خواهد بود. با توجه به چالش‌های جدی زیست محیطی، کنفرانس COP16 فرصتی برای یادآوری تعهدات کشورها و جلب حمایت‌های مالی عمومی و خصوصی به منظور دستیابی به اهداف تنوع زیستی است.